آیا در ایران شاهد یک تسویه حساب سیاسی هستیم یا موازنه قدرت به کلی در حال تغییر است؟ ایران دوباره در آستانه انتخاباتی دیگر قرار گرفته، اما شرایط این بار به نظر متفاوت می‌رسد. در حالی که تنور انتخابات هم تا ممکن بود با حضور نامزدهای اصلاح طلب هم گرم نشود، شورای نگهبان به قلع و غمی گسترده دست داده و یک جریان را به کلی از صحنه رقابت حذف کرده، اقدامی که انتقاد شدید حسن روحانی رئیس جمهوری را در پی داشته. او روز دوشنبه از نگرانیش از تبدیل شدن انتخابات به انتصابات و تشریفاتی شدن آن سخن گفت. آیا شاهد یک تسویه حساب سیاسی هستیم یا موازنه قدرت در ایران به کلی در حال تغییر است؟ در برنامه امروز دو مهمان داریم. حمید آصفی، فعال سیاسی از تهران به ما پیوسته، و محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از مشهد. خوش آمد میگم به هر دو مهمان. آقای آصفی، اجازه بدید با شما شروع بکنیم. صحبت‌های دیروز آقای روحانی رو دیدید، فکر میکنید که مخاطب صحبت‌های او چه کسی است، به خصوص با توجه به اینکه او کم و بیش کنایه میزد، مشخص نمیکرد که مخاطبش کی است؟ سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم و مهمان محترم جناب آقای جوادی حصار. خب آقای روحانی، خب پیشینش اصلا اصلاح طلبی نبوده، یه پیشینه کاملا امنیتی و در کمپ راست بوده. بر اثر اضطرار در سال 92، این اضطرار حالا میتونه کاذب هم بوده باشه، به هر حال این انتخاب شده. ایشون از گفتار درمانی به ناله درمانی رسیده، از ناله درمانی به التماس درمانی رسیده، ولی برای همین کارش هم دیگه دیر شده. توجه کنید که الان بخش اعظمی از نیروهای اصلاح طلبی که حالا فارغ از اینکه قطعا رأی نمی آوردن باز در این دوره، رد صلاحیت شدن توسط خود همین وزارت کشور خود ایشون بوده، رد صلاحیت شدن. بعد ایشون در سخنرانیش تیکه میندازه، میگه یکی میخواند، یکی تیک میزنه، یکی تجمیع میکنه. خب 90% این شمارش آرا و اجراییات انتخابات، اجراییش رو میگم، در روز انتخابات خب وزارت کشور خود دولت فعلی خودت آقای روحانی. بر چه مبنای کنایه ها رو به کی میزنی؟ یک ماه الان مثلا باقی مونده، تو این یک ماه میگه من بعضی نامه هایی رو نوشتم نمیتوانم بگم، ولی به خاطر ایران بیایید. اما در مجموع میخوام بگم فضای انتخابات به شدت در این دور سرد خواهد بود، به شدت ریزش و آرام خواهیم داشت، و با یک تحریم میشه گفت از طرف طبقه متوسط فرهنگی، و حتی این رو به جرئت میتونم بگم طبقات فرودست اجتماعی که در جنبش آبان ماه بالاترین صدمات رو دیدن، در اون حوزه ها هم الان گزارشاتی که ما خودمون پیوسته از شهرستان ها میگیریم، روح انتخاباتی و اون شور انتخاباتی وجود نداره، و این دوره حاکمیت با یک تحریم وسیع و گسترده و از انتخابات عبور میشه. و تصور میکنید صحبت های آقای روحانی هم که دیروز اشاره میکرد به این که با وجود اختلافات پای صندوق های رای بیاید، به دلیل این هست که او میخواد این تحریم رو بشکنه؟ خب نمیتونه، ایشون که دیگه خودش دیگه وزنی نداره، جایگاهی نداره. الان اگه برای خودش رای گیری بشه 2 میلیون هم رای دیگه بمیاره. به هر حال مردم این رو، ایشون تو همین سخنرانیش باز با کمال وقاحت در اومد میگفت که 96 و 98 رو محکوم میکرد. به چه چیزی؟ اصلا دیگه جامعه متوسط، طبقه متوسط فرهنگی، طبقه متوسط شهرنشین به چه امیدی دیگه بیاد پشت سر یه همچین ادعایی؟ و طبقات محروم هم که پایگاه رأی خود جناح راست بوده، بازم دچار ریزش شده. به هر حال یه انتخابات بیفروغی رو ما شاهد خواهیم بود. اما اینها نیروی راست و نیروی حزب اللهی و اون دولت و مجلس جوانی رو که میخوان بسازن، خب زمینش از تو خود همین انتخابات مجلس پیش میبرند، و یه اقلی از فضای برخی از نیروهای اصلاح طلب در درجه 3 میدن، چون اونا هم لح لح کنن میان به انتخابات، مطمئنن اونا میان.
آقای جوادی یسار، اجازه بدید آقای جوادی یسار هم به بحث وارد کنیم. آقای جوادی یسار، شما خودتون ثبت نام کردید برای این انتخابات اما رد صلاحیت شدید و بعد از اون اعتراض کردید. آقای آصفی صحبتشون این هست که عملا وزارت کشور دولت خود آقای روحانی دست به رد صلاحیت تعداد زیادی از اصلاح طلبان زده، ولی این که آقای روحانی حالا میاد خودش اعتراض میکنه به این مسئله چه چیزی رو نشون میده؟ بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما میهمان محترم و بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه. طبیعتا هم جناب آصفی در جریان مسائل و مشکلات دولت های مختلف در ایران بودن و هم بنده تا حدودی به حکم هم کنشگری سیاسی و حزبی و هم روزنامه نگاری در جریان کم و کیف شکلگیری هیئت های اجرایی و هیئت های نظارت و نهایتا تصمیمات شورای نگهبان بوده و هستم. من اجازه میخوام یه مقداری یه حاشیه کوچک به سخنان دوست ارجمندمون بزنم و این است که شورای نگهبان در اون ابتدای راه وقتی بعد از مجلس سوم گرفت، یعنی از آغاز مجلس چهارم شروع کرد به اعمال نظارت استثبابی، کم کم فلش ها رفت به سمت شورای نگهبان که شورای نگهبان داره با نظارت استثبابی نیروها رو رد میکنه. اینا اومدن به جای اینکه تغییر جهت و تغییر فلش بدن، برای که فلش رو برگردونن به سمت جای دیگه، اومدن و کار رو از هیئت های اجرایی شروع کردن. در هیئت های اجرایی دولت ها معمولش اینگونه است که معتمدین محلات توسط فرماندار 30 نفر انتخاب میشن در هر شهرستان یا هر حوزه انتخابیه و از بین اونها 9 نفر حقیقی، 8 نفر حقیقی و 3 نفر حقوقی انتخاب میشن، 11 نفر معمولا ترکیب رو میبندن، ترکیب هیئت اجرایی، فرماندار، رئیس دادگستری منطقه و رئیس ثبت، اینا ثابتن و بقیه اجزا انتخابی هن از معتمدین محلات. اون اتفاقی که شورای نگهبان رقم زد اینجا بود که این 30 نفر معرفی شده برای انتخاب هیئت اجرایی رو تو شمار نظر کرد و گفت، یعنی هر فرمانداری تا گاهی تا 2-3-4 لیست رو ارائه میکرد و هیئت اجرایی به هیئت نظارت ورود کرد و میگفت اینا شایستگی ندارن و اینا نمیتونن هیئت اجرایی موفقی باشن و کاری رو میکرد که اون هیئت اجرایی در عمل کارگزار منویات هیئت نظارت باشه در استان و در شهرستان ها. متاسفانه این کار رو تا جایی ادامه دادن که در بعضی از جاها دیگه اصلا کلا شورای نگهبان در رد صلاحیت ها هیچ نقشی نداشت. این که الان جناب آصفی میگن هیئت های اجرایی رد کردن، من اطلاع دارم از خیلی از شهرستان ها که هیئت های اجرایی رو حتی تو جلسه هیئت اجرایی برای تصمیم گیری نمایندگان هیئت نظارت حضور دارن و میرن میشینن و تا جایی که بتونن اعمال نظر میکنن، ولو اینکه خودشون انتخابشون کردن، یعنی همونها رو هم فرمانداران تحت فشار هیئت های نظارت انتخاب کردن. اما به هر تقدیر ترکیبی که انتخاب میشه ترکیبی است که مطلوب هیئت نظارت هست و این اتهام که شورای، یعنی هیئت های نظارت دارن، هیئت های اجرایی دارن رد میکنن، به نظر من اتهام واردی نیست. در حقیقت همون هیئت های اجرایی هم کارگزار هیئت های نظارت هم با شیوهی که نظارت استثبابی داره همه سطوح داره اعمال نظر میکنه. آقای جوادی، پس چرا آقای روحانی حالا دیروز میاد و باز هم با وجود این که خب او بهتر از بنده و شما اطلاع داره از این قضايا، اما باز هم با گوشه و کنایه، بدون نام بردن از کسی، بدون اینکه اشاره مستقیمی بکنه که مشکلات چه هست، میگه من چند نامه نوشتم که اونها رو نمیتونم بگم و عملا در گفتار او، اون چه که آقای آصفی به گفتار درمانی اشاره کرد، در گفتار او صداقت با مردم حتی در مورد مشکلاتی که باهاش مواجه هست هم دیده نمیشه. به نظر شما میشه؟ نه، دیده نمیشه. آخه این یک مطلبی است که در حوزه مدیریت، نه ایشان، هر رئیس جمهوری بعضی از حرفا رو از تریبون ریاست جمهوری گفتن مناسب نیست، نه اینکه آقای حسن روحانی نمیتونه اون حرفا رو بزنه. بالاخره رئیس جمهور یک کشور که نمیتونه نقش اپوزیسیون نظام بازی کنه. ولی آقای روحانی که الان عملا داره بازی میکنه، یعنی ایشون عملا ایشون با حاشیه رفته. ببینید، من یه وقتی خدمت تو همین تلویزیون شما
به آقای روحانی گفتم حالا دیگه وقتی شما استقبال میکنی از جریان مقابل خودت و میگی دستتون رو به گرمی میفشارم، مطمئن باش اونا دست شما رو نخواهند فشرد، اونا بردن شما رو گوشه رینگ و تا نابودت نکنن دست بر نمیدارن. جریانی که در مقابل آقای روحانی و در مقابل در حقیقت در مقابل اصلاح طلبان ایستاده و آقای روحانی رو تصور میکردن کارگزار اصلاح طلبان شده و همین خیلی اذیتش کردن، این جریان جریانی نیست که سر منافعش کوتاه بیاد و بگه آقا من حالا چون این رئیس جمهور رئیس جمهوریه که وسط واسطه گفته من معتدلم ما کار و کارش نداریم. اونها تحمل این که صدای مخالف و منتقدی از حوزه دولت بر بیاد و اونها رو نقد بکنن ندارن و دائما میگن یا با مایید یا بر ما، اصلا وسطی وجود نداره برای اونها. بنابراین آقای روحانی تلاش زیادی رو کرد در دوره دوم ریاست جمهوریش که بتواند دل اونها رو به دست بیاره با حتی طرد بسیاری از اصلاح طلبان و بیمهری به اصلاح طلبان. من بارها گفتم ایشان از هر دو طرف خورد، اصلاح طلبان رو باخت به امید جذب اصولگرایان افراطی و تعدیل رفتارهای اونها، ولی متاسفانه در اون قضیه هم نتیجه نگرفت. الان هم من همین امروز گفتم، جای دیروز گفتم، جای دیگه گفتم، امروز دیگه آقای روحانی صداش شنیده نمیشه، هناش رنگی نداره، یعنی شرایط و مطالبات به مرزی رسیده که از سطح دولت عبور کرده دیگه. همه میدونن که دولت امروز اگر بخواهد به طور جدی در برابر شورای نگهبان وایسته مقاومت بکنه و نگذاره و اتفاقات که اونا دارن رقم میزنن فراقانونی اون اتفاقات رقم بخوره، قطعاً به درگیری های غیر قابل پیشبینی و غیر قابل کنترل خواهیم رسید. اینجوری نیست که یه عده تصور کنن چون ایشون رئیس جمهور هر کاری دلش میخواد بکنه. ایشون که ده ها بار آمد گفت که کسانی که هم پول دارن هم قدرت دارن هم اسلحه دارن اینا رو نمیشه باشون برخورد کرد. شورای نگهبان هم به نظر من در خیلی از جاها دستخوش فشارهای اوناست. من خودم به شخصه رفتم به شورای نگهبان مراجعه کردم، نماینده شورای نگهبان، حقوقدان شورای نگهبان نشسته اونجا که جواب منو بده، بعد میگه که برو آقا با این آقا صحبت کن. رفتم پیش اون آقا، یه کارشناس یه پرونده من دستشه، بهش میگم شما، او آقا گفت که ایشون کارشناس سپاهه، بعد به من میگه که شما طرفدار نهضت آزادیه، این مال مجلس هشتم. گفتم آقا بنده نه عضو نهضت آزادی ام نه طرفدار نهضت آزادی، من طرفدار آزادی ام، طرفدار آزادی بیانم، آزادی عقیده ام. ایشون گفت نه ما استنباطمون اینه که شما چون برای چهلم آقای بازرگان در روزنامه توس ویژه‌نامه چاپ کردی شما تمایل به نهضت آزادی داری و نمیتونی. گفتم ولو که اصلا این حرف شما درست باشه، شما در مقام نیستی که تصمیم بگیری به عنوان کارشناس سپاه، حق نداری در این قضیه ورود بکنی. گفت حالا دیگه ما تصمیممون میگیریم شما بفرمایید. این نوع جواب دادن نیست که دیگران شما فکر نکنید شورای نگهبان الان خیلی قدرتمنده و هر کار دلش بخواد بکنه. به نظر من قدرت یه جای دیگه نشسته، اون هسته سخت قدرت که خیلی ازش حرف میزنن اصلا رو نیست. شورای نگهبان هم توی این قضیه به نظر من کاری نیست. آقای آصفی، شما اشاره کردید به این که به هر حال حتی با وجود اصلاح طلبان هم این انتخابات یک ماه که کمتر از یک ماه دیگه قرار برگزار بشه چندان احتمالاً گرم نبود، اما با توجه به صحبت‌های آقای جوادی حصار و این که الان می‌دونیم که اصلاح طلبان عملاً از دور خارج شدند و همونطور که آقای روحانی هم گفت مجلس آینده در دست همون هسته محکم قدرت خواهد بود، هسته سخت قدرت، فکر میکنید با توجه به این مسائل موازنه قدرت در ایران تا دو سال آینده به چه سمتی خواهد رفت؟ عرض کنم که آقای جوادی استار و البته جنس تیپای استاطلبایی که الان هنوز هم امید دارن اتفاقی بیفته به یک نوعی زن شبیه به مهد میکنن یا مهد شبیه به مهد، من نمیدونم کدومش از نظر انشایی میتونه درست باشه یا از نظر محتوایی میتونه درست باشه. اگر این انتقادات اساسی که وجود داره به عملکرد ضعیف دولت روحانی و هیئت دولتش، اگر این انتقادات اساسی کلن به جبهه اصلاحات وارده و اگر اصلاح طلبی نتوانسته اعتماد اجتماعی رو جلب بکنه،
دیگه رفتن توی یک وضعیت تکنیکی کال که اینجا دو تا شورای نگهبان اونو میگه، بعد سپاه اینو میاره میذاره، بعد این تو هیئت اجرایی اونو میاد میچینه و هیئت اجرایی کاری نیست، نه قابل قبول نیست. ببینید کسی اگه واقعا وفادار به 24 میلیون رأی مردم باشه، خیلی راحت میاد میگه آقای وزارت کشور شما زیر بار رد صلاحیت ها نرید، و اون لیستی که ما تایید میکنیم میتوانیم وفق قانون با تایید بشه که تو سخنرانیش هم میگفت، میگفت 4 منبع است، این را به عنوان لیست به اون پای این قرار بگیر. منطقه ایشون مرد این راه نبودن، همینجوری که آقای روحانی هم مرد، آقای خاتمی هم مرد این راه نبودن. ایشون قول دادن گفتن من مجلس غیر رقابتی رو برگزار نمی کنم، ولی بعد مجلس هفتم رو برگزار کرد، حتی تمام استانداراش هم استعفا دادن، وزرا هم استعفا دادن، معاونین وزرا هم استعفا دادن، ولی نهایتاً این که مجلس هفتم چیز کردن که تماماً یک مجلس غیر رقابتی بود. آقای یوسفی به نظرم میرسه که حاکمیت نگرانی در مورد میزان مشارکت هم نداره در این دوره. خب بله، برایش هم فرقی نمی کنه، همینجوری که در مجلس هفتم شما نگاه کنید، در مجلس همین مجلس دهم فعلی آقای عارف از تهران 1,500,000 تا رأی آورد، اما در مجلس مثلا قبلش در مجلس هفتم اصولگراها با 300,000 تا 500,000 تا اومدن، الان با 200,000 تا میتونن بیان، خیلی براشون مهم نیست در تهران. اینها امیدشون به شهرهای کوچیکه که بلکه بتوانن یک بین 50 مثلا بگن 50 10 تا حالا 50 60 تا مثلا بگن 60% شرکت کردن، یه نمایش قدرت، یه نمایش مشروعیت در بیرون و داخل داده بشه، که البته به نظر من این مسئله در بی میتونن، به هر حال دولتی هستند و آرا هم دستشونه و کسی هم نظارتی نداره که چند درصد از مردم واقعا در این انتخابات شرکت خواهند کرد. آقای جوادی سار، نکته جالبی اشاره کردن آقای آصفی که دیروز در صحبت های آقای روحانی هم اشاره بهش شد، اونم از دست رفتن اعتماد عمومیه. او گفت که اگر فضا رقابتی نباشه، این اعتماد عمومی که از دست رفته بدتر از این هم خواهد شد، و خیلی اخطار داد نسبت به این مسئله. فکر کنید جریان مقابل نگرانی داره از این که اون اعتماد از دست رفته با توجه به اتفاقاتی که در طول 2 سال گذشته افتاده؟ متاسفانه نه، اونا خیلی نگران این نیستن، چون بر اساس تجربه و بر اساس روشهایی که تا حالا اعمال شده در انتخابات های متفاوت، یه نصابی از رأی رو مطمئنن که به دست میارن، حالا حدود 45 تا 50%، 51%، 55%، و این برای انتخابات از جهت نرم‌های متداول بین‌المللی حتی خیلی براشون آسیبزا نیست. ولی همونطور که جناب آصفی هم اشاره کردن، اونها در پی اینن که یه مجلس یک دست درست کنن، که اون مجلس یک دست مقدمه تسخیر شوراهای شهر در دوره بعد باشه، و بعد از طریق شوراهای شهر، شهرداری ها و منابع سرشار اقتصادی و فرهنگی که در اون حوزه ها میتونه در اختیار جریانشون قرار بگیره، و مهمتر انتخابات ریاست جمهوری است برای 1400، اینا رو دارن انجام میدن. من فقط یک زاویه کوچک میخوام اینجا باز کنم، و اون اینکه حقیقتاً باید همه به این فکر بکنیم که در این یأس و خمودگی و در این عدم مشارکت، به طور معمول و منطقی یه جریانی باید سود ببره. اون که از این عدم مشارکت سود میبره، چه در داخل کشور چه در بیرون کشور، به عنوان یک سوال مهم باید بهش بپردازیم که کیه و چه جریانی از این عدم مشارکت مردم سود میبره. حالا توی این فاصله یه عده‌ای از دوستان ما که خب بالاخره قربت الله دستشون به هر کی نمیرسه، اصلاح طلبا رو سنگ میزنن، فکر میکنن باید به اصلاح طلبا فوش بدن، و یک پرستیج شده برای همه که به اصلاح طلبا فوش بدن. ولی اصلاح طلب رو زدن، خب حالا چی؟ بعدش چی؟ آره، اصلاح طلبا چی میگن مگر؟ اصلاح طلبا چه کار کردن؟ اصلاح طلبا انتقاد کردن؟ خب شما هم دارین انتقاد میکنید. اصلاح طلبا نقد کردن؟ شما هم دارین نقد میکنید. اصلاح طلبا تنها کاری که کردن گفتن آقا در مرحله گذشته
ما بین آقای رئیسی و بین آقای روحانی در همون شرایط گفتمانی ترجیح ما این بوده است که آقای رئیسی رو انتخاب نکنیم و آقای روحانی رو انتخاب بکنیم. اگر در این مورد فکر میکنید ما اشتباه کردیم، خب حالا نتیجهش رو تو این دوره که شما میگید هیچکی شرکت نمیکنه و یک دست قدرت و دولت و خانه ملت همه در اختیار جریان اقتدارگرا قرار میگیره، شما بیاید مسئولیت این رفتار آتی رو بپذیرید، بگید ما تشویق کردیم به مردم، گفتیم نرید رأی بدید که فایده ای نداره، و اگر رفتیم رأی دادیم اصلاح طلبا ماندن، اصلاح طلبا کشور رو مثلا نمیذارن رشد کنن و این جریان های جدیدی که بیان اینا میذارن رشد کنن. شما بیاید مسئولیت عدم مشارکت رو بپذیرید، بگید ما گفتیم نرید مردم شرکت کنن. پاسخ آقای آصفی رو بشنویم که ببینیم. بله من میتونم جواب آقای جوادی اصحاب رو بدم؟ بله، برای اینکه در واقع سوال اینه که شما میگید که شرکت نکنن اصلاح طلبا، چرا میان مشارکت میکنن اصلا در این؟ از شما صحبت تحریم رو کردید، ایشون میگن که آیا مسئولیت آنچه که اتفاق خواهد افتاد رو بر عهده میگیرید؟ مسلماً من خودم به عنوان یه فرد سیاسی احتمال این که بخوام، یعنی تو مقالات پی در پی من نوشتم که این انتخابات باید با یک تحریم ملی مواجه بشه. این دوگان سازی های قلابی که درست شد، حداقل برای منی که خودم شاید در یک دوره هم باورم بر این بود که میتواند اتفاق معناداری در حوزه ساختار سیاسی در ایران اتفاق بیفته، اتفاق نیفتاد. اگر آقای روحانی برنده نمیشد، این دوگان سازی ها هیولایی از آقای رئیسی که هست، من کار ندارم، هست، ولی ایشون هم فرشته نبودن. اگر آقای رئیسی می آمد مثلا چه اتفاقی می‌خواست بیفته؟ مگر آقای تیم آقای دکتر ظریف و خود آقای روحانی مگه میتوانست بره بدون اذن آقای خامنه‌ای بره چیز کنه، برجام رو امضا بکنه؟ خب همین تیم در اختیار آقای رئیسی قرار میگیره، در اختیار آقای جلیلی قرار میگیره، اتفاقی نمیافتاد. ما با یه دوگانه سازی قلابی به نظر من دیگه، یعنی هر کس اینجا الان اگر بخواد بره، با عرض معذرت از آقای جوادی حسان که شخصا ایشون رو من حالا مبرا میدونم از خیلی، ولی با اقلی از شناخت سیاسی میدونه که این مجلس مقدره چه کار بکنه، مجلسی که دور میخوره، مجلسی که نمیتونه قانون وضع بکنه، مجلسی که با حکم حکومتی روبروه و مجلسی که حتی رو بودجه های عادی هم نمیتونه تأثیر بذاره، نمیتونه قیمت بنزین رو چیز بکنه. نماینده بیت رهبری در دفتر نشسته اونجا میگه باید چی باشه چی نباید باشه. خب این کسی که میتوانه میاد کاندید میشه، یا ببخشید شالاتان سیاسیه یا حقوق بازه، ولی یه آدم عاقل اتفاقا اگر الان یه نفر بره کاندید بشه بگه من هیچ کاری برای جامعه نمیکنم، به نظر من جامعه به اون رأی. آقای صفی وقت زیادی نداریم، اجازه بدید صحبت جواب آقای جوادی حسار رو هم بشنویم. آقای جوادی حسار، چرا فکر میکنید که باید شرکت کرد و چرا ثبت نام کرد؟ من از آقای آصفی عزیز تشکر میکنم که دو تا لقب خوب به اصلاح طلبان دادن که کسایی که میان شرکت میکنن یا شالاتان هم یا یه چیزی دیگه. من آقای آصفی از اول انقلاب دارم تو این کشور مبارزه میکنم، کار سیاسی میکنم، کار حزبی میکنم، پروندم هم روشنه. اگر جناب عالی یک نشانه از شارلاتانتالیزم سیاسی، ایشون اول گفتن که شما مبرا هستید از اون چه که میخوام بگم، ولی سوال اصلی تر آقای جوادی حسار این بود که در حالی که نماینده ها هیچ نقشی ندارن، نمیتونن کار زیادی انجام بدن، چرا باید رفت در مجلس؟ ببینید، از یک آدم سنجیده پخته سیاسی این گونه سخن گفتن که در این شرایط هر کی اومده ثبت نام کرده یا آدم شالاتان سیاسیه یا دروغگو. جناب آقای جوادی هستن، اگه ساختارو بشناسه نباید بیاد بره. نه این مردمه، این برای گرفتن رانت برای چیه؟ وقتی میاد برای یه نماینده در یه شهر کوچیک 5 میلیارد 3 میلیارد میخواد هزینه کنه نماینده مجلس بشه، این برای چیه؟ آقای آصفی اجازه بدید من عرضم بکنم. شما فرمایشی نداریم آقای جوادی هستن، سریع بفرمایید. من معتقدم که تمام این کسانی که اومدن ثبت نام کردن مثل بقیه اون آدمایی که میگن ما در انتخابات شرکت نمی‌کنیم، حتما از سر دلسوزی و دغدغه است. هم اونا حق دارن بگن ما شرکت نمی‌کنیم، هم اینا حق دارن بگن ما شرکت می‌کنیم، و ما حق نداریم طرف مقابلمون رو متهم بکنیم به صفاتی از این جنسی که از تاریخ فرمودید. من معتقدم که آلترناتیوهای فرمایشات شما که
که میفرمایید ما شرکت نمی کنیم، آلترناتیو بعدیش این است که یا کشور رو باید یک دست بسپاریم دست یه آدمای تمامیت خواه و بریم کنار بشینیم و منتظر فروپاشی باشیم که یه عده‌ای دنبال اینن و بگن آقا بذارید اینا خودشون به خودشون بیافتن فروپاشی اتفاق بیفته. من معتقد به فروپاشی نیستم و جلوی فروپاشی رو تا جایی که توان داشته باشم میگیرم، چون معتقد نیستم که الان کشور آماده این است که آقای جوادی از سر گریز از بس بس سوالی که ازت می‌کرده بودن کی دنبال فروپاشی من اومه کی دنبال فروپاشی شما رو شنیدن. نتیجه وضعی فرمایشات شما به نظر بنده اینه، اگر اشتباه میکنم میتونید تو مقالاتتون بنویسید بعد من پاسخ بدم. ببینید جنبش آبان ما نشان داد که خطر تجزیه طلبی دروغی پیش نیست. آقای در کردستان، در خوزستان، در وقت بیشتری نداریم، مطمئنم، این بحث، آقای جوادی یسار، آقای آصفی، معذرت میخوام، آقای آصفی، وقت بیشتری نداریم، وقتمون به پایان رسیده، مطمئنم این بحث رو در بخش دیگر خبری، مطمئنم میتونیم ادامه بدیم و حداقل تا یک ماه آینده که انتخابات برگزار بشه قطعا بحث های اینچنینی بسیار خواهد شد. ممنونم از هر دوی شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید، حمید آصفی فعال سیاسی و محمد جواد محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل. و ممنون از شما که همراه این صفحه دو بودید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب روزتون خوش.